شما دوستای خوبم، وقتتون بخیر. به کانال خودتون دکتر سلامت در یوتیوب خیلی خوش اومدین. امروز قصد دارم با شما توضیح بدم که چرا این 5 خوراکی رو نباید با معده که خالی مصرف کنید. پس با من در این ویدیو همراه باشید و لایک و سابسکرایب کردن ما رو فراموش نکنید و حتما نظرات و پیشنهاداتتون رو برای من کامنت کنید. غذا خوردن برای سلامتی انسان بسیار مهم است، ولی اگر اصولی و درست غذا و میوه مصرف نکنیم دچار بیماری میشویم و همین غذا و میوه به بدن ما ضرر میرساند. مورد اول، گوجه فرنگی. گوجه فرنگی سرشار از مواد مغذی و ویتامین سی است، اما این ماده غذایی از سطوح بالای اسید تانیک برخوردار است که موجب افزایش اسیدیته معده می شود و می تواند در بلند مدت به زخم معده منجر شود. بهتر از گوجه فرنگی را با معده خالی مصرف نکنید و در وعده های نهار یا شام از آن استفاده کنید. مورد دوم، ماست. بهتر است با معده خالی ماست نخورید، زیرا فواید باکتری های اسید لاکتیک موجود در ماست به واسطه اسیدیته بالای اسید معده از بین می رود. بر همین اساس هنگامی که ماست را با معده خالی و صبح هنگام مصرف می کنید، مقدار اندکی از فواید سلامت آن نصیب شما می شود. مورد سوم، قندهای فروری شده. همه ما میدانیم که مصرف بیش از اندازه قند برای سلامت انسان مضر است. قندی که به طور طبیعی در میوه ها وجود دارد به واسطه فیبر موجود در آنها خنثی می شود، اما میزان قابل توجه قندهای افزوده شده در غذاهای فروری شده به ویژه اگر با معده خالی مصرف شوند، فشار مضاعفی بر کبد وارد می کند و خطر آسیب دیدن این اندام را افزایش می دهد. پس بهتر است برای صبحانه غذاهایی مانند دونات و پیراشکی مصرف نکنید. مورد چهارم، موز. موز یکی از بهترین مواد غذایی مفید است. این میوه احساس سیری را در انسان ایجاد می کند، به رفع یبوست کمک می کند و برخی کارشناسان سلامت آن را یک ابرماده غذایی می دانند. با این وجود موز حاوی مقادیر بالا از منیزیم و پتاسیم است که مصرف آن با معده خالی می تواند به برهم خوردن تعادل منیزیم و پتاسیم در خون منجر شود. موز از جمله مثال های عالی برای خوردن یک ماده غذایی خوب در زمان اشتباه است. و مورد آخر، چای و قهوه. نوشیدن قهوه با معده خالی موجب افزایش اسیدیته معده می شود که این شرایط می تواند به سوزش سر دل و سوء هاضمه در طول روز منجر شود. نوشیدن چای با معده خالی نیز می تواند ترشح اسید و صفرا را کاهش دهد که در گوارش کلی مواد غذایی و برای پردازش کلسترول اضافی ضروری است. مرسی که با من همراه بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.